سر اومد زمستون، شکفته بهارون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. کوها لاله زارن، لاله ها بیدارن، تو کوها دارن گل 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 آفتاب و میکارن. فاحشه مغزی بودن بی اهمیت تر از فاحشه تنی است. باید باکره باشی، باید پاک باشی برای آسایش خاطر مردانی که پیش از تو پرده ها دریدند. چرایش را نمی دانی، فقط می دانی قانون است، سنت است، دین است. قانون و سنت را می دانی مردان ساختند، اما در خلوت می اندیشی به مرد بودن خدا و گاهی فکر می کنی شاید خدا را نیز مردان ساختند. من زنم، با دست هایی که دیگر دلخوش به علنگوهایی نیست که زرق و برقش شخصیتم باشد. من زنم و به همان اندازه از هوا سهم می برم که ریه های تو. می دانی؟ در داور است من آزاد نباشم که تو به گناه نیفتی. قوس‌های بدنم به چشم‌هایت بیشتر از تفکرم می آیند. دردم می آید. باید لباسم را با میزان ایمان شما تنظیم کنم. دردم می آید. جست روشنفکریت تنها برای دختران غریبه است. به خواهر و مادرت که میرسی قیصر میشوی. دردم میآید. در تخت خواب با تمام عقیده هایم موافقی و صبح ها از دنده دیگری از خواب پا میشوی. تمام حرف هایت عوض میشود. دردم میآید. نمیفهمی تفکر فروشی بدتر از تن فروشی است. حیف که ناموس برای تو وسط پاست، نه تفکر. حیف که فاحشه مغزی بودن بی اهمیت تر از فاحشه تنی است. من محتاج درک شدن نیستم. دردم می آید خر فرض شدم. دردم می آید انقدر خوب سر وجدانت کلاه می گذاری و هر بار که آزادیم را محدود می کنی می گویی من به تو اطمینان دارم، اما اجتماع خراب است. نسل تو هم که اصلا مسئول خرابی هایش نبود. میدانی دلم از مادرهای من میگیرد. بدبخت هایی بودند که حتی میترسیدند باور کنند حقشان پایمال شده. خیانت نمی کردند، نه برای اینکه از زندگی راضی بودند، نه، خیانت هم شهامت میخواهد. نسل تو از مادرهای من همه چیز را گرفت و جایش علنگو داد. مادرم از خدا می ترسد، از لقمه حرام می ترسد، از همه چیز می ترسد. تو هم که خوب می دانی ترساندن بهترین ابزار کنترل است.
دردم می آید. این را هم بخوانی می گویی اغراق است. ببینم فردا که دختر مردم زیر پاهای گشت ارشاد به جرم موی بازش کتک می خورد، باز هم همین را می گویی؟ ببینم آنجا هم اندازه درون خانه غیرت داری؟ دردم می آید که به قول شما تمام زنهای اطرافتان خرابند و آنهایی هم که نیستند همه فامیلهای خودتانند. مادرت اگر روزی جرأت پیدا کرد ازش بپرس از سکس با پدر راضی بود؟ بیچاره سرخ می شود و جوابش را باور کن به خودش هم نمی دهد. دردم می آید از این همه بی کسی. دردم می آید، دردم می آید از این همه بی کسی. دردم می آید. بر خودمون که تو همچین مملکتی داریم زندگی میکنیم، یعنی واقعا من بر خودم متاسفم که باید همچین جایی زندگی کنم که این شرایط هم بشه. یعنی خود آدم کسی که خودشو در اختیار همه میذاره آخر عاقبت نداره. یعنی یه چیزیه که ما خودمون میدونیم امروز از خونه میریم بیرون خبر نداریم واقعا شب بر میگردیم یا بر نمیگردیم. اینا رو هم داره. وقتی اون روز ما رو اونجوری خفت کردن، اونجوری ما رو میزدن، من تمام صورتم کبود بود، تمام صورتم سیاه بود. یه رفتیم پسر چاقو رو گذاشته بود جلوی من، میگفت آره میزنم اگه این فلان کارو نکنی. حالا اون جوونامون هم یه سری مشکل دارن، این نیستش که بگید زورگویی دارن میکنن، نه اونام یه سری مشکلات خودشونو دارن. بخاطر اینکه اونام وقتی نگاه میکنن میبینن شیشهشونو و شیشه رو بکشن، افتادن تو اعتیاد و تو همه چی، بعد از این ورم خب بالاخره میخوان اینجوری خودشونو خالی کنن دیگه. یه جوری باید خودشون مثلا مثل ماها رو که گیر میارن میگن بهترین کیس دیگه، بذار هم روی توهمشون این کارا رو میکنن، مای بدبخت و بیچاره میکنن اینجوری. این پدر آدم در میاد خدا وکیلی. من که خودم فقط یه آرزو دارم و بذارم از ایران برم، یعنی خدا وکیلی یه آرزویی که دارم همین، زن دوست ندارم تو ایران زندگی کنم، چون هر کشور دیگه یادم بره حداقل به زن اهمیت میدن. الان مثلا دوست پسر میگیری یا کتکت میزنی یا میگه برو، یاد گرفتن چون تمام دختره جوانه ما دیگه این کارشون شده. با 100 تومن کسی زندگی نمیکنه، با 100,000 تومن حقوق. خودم آژانس هواپیمایی بودم، مگه چقدر به من میدادن؟ مثلا میری میای 130 تومن، یارو آخر سر هم که میشه میگه بیا یه ساعت بیا با من بریم، حالا اگه میخوای نگرت دارم یه ساعت بیا با من بریم تا فلان جا بیام. خب همین میشه. مثلا دوستای خود ساناز تو این میدون هفته تیر مانتو فروشی بودن، خب وقتی نگاه میکنه برج بیاد بره مثلا 100-120 تومن میخواد بگیره، میگه من دو تا برنامه میرم تو یه روز کارم درست میشه. و چون ارزش قائل نمیشن به زن، به حقوق زن اصلا. این وقتی یه زن میره سر کار با یه دونه مرد یکی نمیدونن، یکی اینه. الان شما حساب بکن توی بیرون اگه به یه زن با یه زن تصادف بکنی، زنه بمیره یا شوهرش تو خونه بکشتش، قتل عمد باشه، اعدامش نمیکنن، میگرش میدارن زندان. اما اگه زن همچین کاری رو بکنه همون لحظه اعدامش میکنن. خب اینا یه چیزایی که فرق بین زن و مرد گذاشتن دیگه، هیچ چی رو برای زن درست نمیدونن. من خودم دختر دارم، یعنی روزی 1000 بار از خدا میخوام، میخواستم خدا به من دختر رو نمیداد، خدا وکیلی تو این رژیم پسر میداد، چون دختر خیلی بدبخت میشه، خیلی بدبخت میشه، شرایط بدیه. الان شما حساب کن من خونه دارم میام بیرون و استرس خالیم، حالت های استرس شدید داره، همش هم دکتر گفته به خاطر همین وضعیتی که داریم. اینا رو ما اینا رو داریم. بعد شما حساب بکنین مثلا میگن آره اگر این رژیم ما اینجوری نباشه فلان نباشه ما وضعیتمون درست میشه. ما با سانا تو شهر غرب داشتیم میرفتیم، مگه یه عینک رو سر گذاشتن چه ایرادی داره؟ اون به خاطر اینکه رو سریش شله عینک دودیشو میذاره روی رو سریش، خیلی ها رو سری تا اینجا بخواد. بعد میگن که شما قرتی بازی در میارین، بزن بغل بزن بغل. خانم آی خانم اون رو سری تو بکش جلو. یعنی چیزایی رو دارن به ما گیر میدن که یعنی واقعا افتضاح. دیگه سوالی دارم که البته ما شنیدیم که یه تعدادی از حالا دلال های خاصی هستن که به شما پیشنهاد میکنن که
مثلا یه کشورهای دیگه مثل کشورهای اطراف خلیج و دبی و حرفا خیلی از دخترها مد شده که اصلا میرن اونجا و یه مدت کوتاهی با یه سری از اعراب و اینا اونو من هستن اونو او انقدر هستن. خب الان شما حساب بکن مثلا میری همین آژانس ها، اسمش هم نمیخوام بیارم، زیر 30 سالو که قبول نمیکنن، درسته؟ زیر 30 سالو برای دبی قبول نمیکنن، ویزا نمیدن مگر اینکه از اونور کفیل داشته باشه، کفیلت در بیاره، درسته؟ این از این. اما وقتی کسی بس وقتی میگن زیر 30 سالو قبول نمیکنیم چه جوری میرن اینا؟ همشون دارن میرن، دختر 14 ساله 15 ساله همون داره میره دبی. اصلا یه چیزیه که یکی مثل ماها نمیتونیم بریم. اولا میگن سنمون بالای 20 و اینقدر ایرانی رو بدبخ میدونن که بالای 20 دیگه قبول ندارن، میگن نه کار نیست برای شماها، کار نیست، همه دخترهای زیر 20 مونه که برای دبی برای شیخانه برن. بینندگان عزیز سلام عرض میکنم، فرامرز فروزنده هستم، به اتفاق همکارانم در بخش فنی تلویزیون در این ساعت برنامه دیگری از مجموعه همصدایی رو به شما تقدیم میکنم. مهمان گرانقدری در برنامه امروز دارم که با هم گفتگو خواهیم کرد، جناب آقای دکتر محمد امینی. آقای دکتر خیلی خوش آمدید. امینی کافیه. بله ایشون همیشه سر این لفظ دکتر با من دعوا دارن. بینندگان عزیز سعی میکنم که نظرشون تعمیم کنم. آقای محمد امین، آقای امینی اجازه بدید که قبل از اینکه وارد بحثی بشیم که به خاطر اون از شما دعوت کردم تشریف بیارید، یک کلیپی رو که دیروز اتفاق تاریخی مهمی در آمریکا اتفاق افتاد در مورد ازدواج همجنسگرایان، مطلبی که چندین دوره انتخابات ریاست جمهوری رو زیر سوال خودش برده همیشه و مخالفت گروه های مذهبی رو برانگیخته همواره و بعضی از کاندیداهای ریاست جمهوری سوء استفاده کردن از این مطلب برای از دور خارج کردن رقیب، با هم تماشا کنیم در مورد اظهارات پرزیدنت اوباما و اینکه با اظهارات صریح خودش در واقع ازدواج همجنسگرایان رو در سراسر آمریکا یک روز بعد از اینکه در کارولاینا رد شد این همجنسگرایی، ازدواج همجنسگرایان به رسمیت میشناسه و در این مورد صحبت میکنه. اجازه میفرمایید که با هم نگاه کنیم. نگاه میکنیم به پرزیدنت اوباما و اظهارات تاریخی او. I have to tell you that over the course of several years, as I talk to friends and family and neighbors, when I think about members of my own staff who are in incredibly committed monogamous relationships, same-sex relationships, who are raising kids together. When I think about those soldiers or airmen or marines or sailors who are out there fighting on my behalf and yet feel constrained, even now that Don't Ask, Don't Tell is gone, because they're not able to commit themselves in a marriage, at a certain point, I've just concluded that for me personally, it is important for me to go ahead and affirm that I think same-sex couples should be able to get married. It's interesting. Some of this is also generational. You know, when I go to college campuses, sometimes I talk to college Republicans who think that I have terrible policies on the economy or on foreign policy. But are very clear that when it comes to same-sex mm-hmm. equality sexual orientation, that they believe in equality. They're much more comfortable with it. You know, Malia and Sasha, they've got friends whose parents are same-sex couples. And I, you know, there have been times where Michelle and I have been sitting around the dinner table and we've been talking and about their friends and their parents, and
Malia and Sasha, it wouldn't dawn on them that somehow their friend's parents would be treated differently. It doesn't make sense to them. And frankly, that's the kind of thing that prompts a change of perspective. بله ملاحظه فرمودید آقای امینی بله به نظر من اقدامی بسیار شجاعانه بود از طرف پرزیدنت اوباما من فکر می‌کنم ملاحظات انتخاباتی رو اصلا در نظر نگرفت و اون چیزی که باید میگفت در این زمینه گفت نظر شما چی؟ بسیار از کاملا درست می‌فرمایید بسیار شجاعانه رفتار کرد البته این یک موضع سیاسی است که ایشان گرفته نه موضع حقوقی یعنی توضیح بدم در ایالات متحده ازدواج دولت فدرال وجود نداره ازدواج های ایالتی است یعنی ازدواج در کالیفرنیا می شود در آریزونا می شود در نیویورک ولی بر اساس قانون فدرال ایالت ها ازدواج های هر ایالت دیگر رو به رسمیت می شناسن مشکلی که درش درگیر هستن این که 31 ایالت ازدواج همجنسگرایان رو غیرقانونی کرده از نظر حقوقی و بخشی از آمریکا دارد به این سمت می رود که ازدواج آزاد بشود بنابراین یک پارادوکسی در آمریکا به وجود میاد یعنی اگر مثلا نیویورک این ازدواج آزاد باشه اگر در آریزونا این ازدواج غیر قانونی باشه آیا دولت آریزونا ازدواج ایالت نیویورک رو به رسمیت می شناسد یا نه آقای اوباما وارد این مرحله نشده هنوز بلکه گفته که این کار درسته موقعی می تواند وارد این کار بشود یعنی گام بعدی در آمریکا این خواهد بود درست کاری که لینکلن در مورد بردهداری کرد بردهداری یک مقوله ایالتی بود و در ایالت‌های مختلف قانون بردهداری متفاوت بود به همین دلیل هم برخی از ایالت‌های آمریکا در شمال آمریکا بردهداری رو غیرقانونی اعلام کردند 13 ایالت یا تعدادی از ایالات جنوب مقاومت می‌کردند لینکلن آمد گفتش که ما یک قانون واحد بیشتر نمی‌توانیم داشته باشیم اون فرمان معروف رو صادر کرد در اینجا هم سرانجام آمریکا به این سمت جلو خواهد رفت که بالاخره آقای اوباما باید این رو تبدیل به یک متمم تازه قانون اساسی آمریکا بکند یعنی بالاخره باید برون همون جور که به زنان حق رأی دادند و گفتند که حقوق زنان فرا ایالتی است و در سرتاسر آمریکا باید این حقوق به رسمیت شناخته بشود همونطور که به سیاهان اجازه رأی دادند و سراسریش کردند یک زمانی هم مسئله ازدواج دو مرد یا دو زن رو با هم دیگر از سطح ایالتی مجبور هستن خارج کنند و تبدیل به یک متمم تازه‌ای به قانون اساسی بکنند این گام رو آقای اوباما بر نداشته و در این فضای کنونی جامعه آمریکا هم توانایی برداشتن این گام رو هنوز نداره او پشتیبانی کرده از این حق یعنی بسیار همین مهم. گام اول در سالی که انتخابات داره برگزار میشه به نظر من گامی شجاعانه بسیار حتی در مورد ارتش هم کاری که آقای اوباما در اینجا کرد در مورد ارتش که گفتش که اون قانون معروف نپرس و نگو اون بر کنار بشود و همجنسگرایان حق دارند یا هر کس با هر به هر حال جنسیتی که هست و هر تمایل جنسی که دارد میتواند در بالاترین سطوح ارتش که بوده نه اینکه نبوده رسمیت بشناسن ببینید آمریکا از این لحاظ از دیگر کشورهای پیشرفته جهان عقب تره یعنی شما در هیچ کشور اروپایی مشکلات رو ندارید ولی آمریکا که از بعضی جهات بسیار جلوتره آمریکا از نقطه نظر روابط بین نژادها خیلی جلوتر از اروپاست امکان نداره یک تیر پوست در فرانسه بتواند رئیس جمهور فرانسه بشود اصلا فضای فرانسه برای نمیپذیر این رو یا یک عرب تبار بتواند در اونجا بالا بیاد یا یک پاکستانی تبار بتواند در انگلستان مثلا نخست وزیر بشود آمریکا این رو حل کرده یعنی به خاطر جنگ داخلی به خاطر ترکیب تازه‌ای که این کشور ایجاد کرده برای خودش از نظر روابط بین نژادها جلوتر از اروپا است ولی در حوزه آزادی‌های جنسیتی در حوزه‌های دیگری از این دست خیلی از اروپا عقب‌تر است و بیریازود به اونجا خواهد رسید به هر حال اوباما به نظر میرسه که در کارنامه خودش در دور اول نکات مثبتی رو برای خودش به وجود آورده. البته این رو هم بیافزایم ایران از این لحاظ از همه جا جلوتره. چون رئیس جمهور ایران اعلام کرده که اصلا در ایران همجنس گرا وجود نداره. بنابراین به طور طبیعی همه با هم برابر هستن. همه برابرن و این مشکل ما نداریم. بله، حالا یه سفری ایشون میتونن به قم بکنن ببینن همجنس گرایی در ایران وجود داره یا نه. بینندگان عزیز، دلیل دعوت من از آقای دکتر امینی ببخشید آقای امینی آقای محمد امینی
پرداختن به مسئله است که اخیراً مقالات متعددی در سایت‌های مختلف در موردش دیده میشه. فکر کردم بهترین کسی که میتونم بهش دسترسی پیدا بکنم و یکی از بهترین کسانی هم است که وجود داره و میتونه در این باره توضیح بده و نظر تاریخی ما را آشنا بکنه، این مطالبی است که در رابطه با خلاصه ایران، فدرالیسم، مفاهیم اساسی که در این زمینه مورد سوء استفاده قرار میگیره هست و گرایش هایی است به نظر میرسه بعضیاش از روی سوء نیت و بعضیاش از سوی به دلیل ندانستن و بعضیاش به دلیل گرایشات سیاسی است که اون گرایشات سیاسی اجازه میده افراد قلب حقیقت بکنن، قلب واقعیت بکنن و ماجرا رو یه شکل دیگه جلوه بدن. من میخوام ببینم که آیا بعضی از مفاهیم که این روزا ما میشنویم، مثلا ملت فارس، ملت ترک، ملت کرد، اینها تا چه حد معنی داره؟ اصلا ریشه های تاریخیش از کجا میاد؟ چرا در قانون اساسی مشروطه ایران از ممالک محروسه صحبت میشه؟ آیا اینها رو میشه مبنای مستمسکی قرار داد برای تمایلاتی که امروز اون تمایلات ممکنه تمامیت ارضی کشور ما رو، نه در امروز که ما صحبت میکنیم، در آینده مورد سوال و پرسش قرار بده؟ دیشب من گفتگویی داشتم با یک استاد دانشگاه آلاباما، آقای دکتر نادر انتصار، رئیس بخش دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه آلاباما. دکتر انتصار اگرچه بیانش دانشگاهی است ولی نکات بسیار اساسی رو مطرح کرد که من شما دعوت میکنم حتما به اون برنامه توجه کنید اگر حوصله بحث‌های جدی و سنگینی رو دارید که از طرف یک استاد دانشگاه مطرح میشه. امروز در خدمت جناب امینی هستیم که همون دانش و اطلاعات و قدرت تجزیه و تحلیل رو دارن ولی میتونن مطلب رو با فصاحت کلام بیان بکنن. جناب امینی، قضیه از کجا شروع میشه؟ قضیه در واقع بریم از انقلاب مشروطیت شروع کنیم، بیایم حتی شاید یک کمی بعد از اون، ولی میتونیم از انقلاب مشروطه شروع کنیم. مسئله‌ای که امروز در ایران پا گرفته و جریان پیدا کرده و رشد پیدا کرده در این سالهای اخیر، این جریان، نه جریان‌های قبلی، نه جریان حزب دموکرات، فرقه دموکرات آذربایجان یا جمهوری مهاباد که اساساً تحت تاثیر اتحاد جماهیر شوروی تو ایران شکل گرفته بود، این دور بازی قومی در ایران مربوط می‌شود زمانش تقریباً به دورانی که ایالات متحده وارد عراق شد یا می‌خواست وارد عراق بشه و دامن زدن به این بحث قومی برای ضعیف کردن دولت مرکزی در ایران که حالا این دفعه بر حسب تصادف جمهوری اسلامی است، این مطرح شد به طور کلی. این واقعیتی است از نظر تاریخی که ما در کشوری زندگی میکنیم که یک تنوع قومی، تنوع زبانی، ایلیاتی داره. بیشتر این تنوع ها هم به صورت یک پدیده قومی شکل نگرفته. یعنی ما در تاریخ ایران تا هنگامی که میاییم به انقلاب مشروطه میرسیم، تقسیم بندی های قومی نداشتیم، تقسیم بندی های ایلی داشتیم. ایل یه درجه پایین تر از قومه و بیشتر ستیزهای تاریخ ایران در حوزه سیاست ستیز ایلی است. برای اینکه به مدت 900 سال از تاریخ ایران، از زمان غزنویان تا پایان قاجار، جز یک برهه بسیار کوتاه دولت زند، اساساً ترکمانان بر ایران حاکم بودند. ولی اینها دسته های گوناگون ترکمن بودند، یک قوم واحد نبودند. یه دشون مثلا غزنوی بودند، اوغوز بودند، کسان دیگری بیات بودند یا از دستهای دیگر ترکمان و ترکیک بودند که یا در ایران میزیستند یا در دورانهای مختلف به ایران کوچ کردند و یکی از تواناترین اونها اون کوچ مهاجمانه دولت سلجوقی است. ما وقتی میرسیم به دوران مشروطه، چون اصولا مفهوم ملت با مفهوم مدرنیته پیوند پیدا میکنه، اگرچه در تاریخ کشورهای کهن مانند ایران احساس ملی وجود داشته، تعلق به این آب و خاک وجود داشته، تعلق به این هویتی که هنوز هویت مدرن نشده هست وجود داشته، در ادب فارسی به چشم میخوره، در نوشتهای سیاسی به چشم میخوره، در نام ایران به چشم میخوره، ولی اساساً به صورت مدرن اون با پیدایش مدرنیته و ضرورت ایجاد دولت
جدید یعنی دولت ملت، دولت مدرن پیوند پیدا میکنه. به همون ترتیب که در مثلا اروپا هم ژرمن ها وجود داشتن، ولی این ژرمن ها سرانجام هنگامی که میروند پای ایجاد یک دولت ملی واحد، به ویژه در دوران بیسمارک، به یک ملت دولت تبدیل میشوند. در ایران مشروطه میآید و کوشش میکند که به دوران حکومت ایلی در ایران پایان بده، و برای اینکه این حکومت ایلی رو بهش پایان بده، یک مدلی که انتخاب میکنه برای اداره جامعه مدل مشروطه است، مدل مشروطه پادشاهی است. در اینجا ناسیونالیسم ایرانی که شکل میگیره ناسیونالیسم فارس نیست، اگرچه زبان ناسیونالیسم ایرانی فارسی است، ولی ناسیونالیسم فارس نیست. زبان ملت آمریکا انگلیسی است، ولی ناسیونالیسم آمریکایی ناسیونالیسم انگلیسی نیست. کانادا اگر احساس ملی درش وجود داشته باشه، به صرف اینکه زبان اونها زبان انگلیسی است، اون زبان محتوای ناسیونالیسم رو تعیین نمی‌کنه. کما اینکه کشورهایی هستن که فرانسه صحبت می‌کنند، ولی اینها علیه فرانسه جنگیدن، چون ناسیونالیسمشون اگرچه زبانش زبان مشترکی است با فرانسوی‌ها. یا مثلا موزامبیک رو در نظر بگیرید، کشوری که جنگید برای استقلال از پرتغال. زبان چیره فرهنگی موزامبیک پرتغالی است، ولی ناسیونالیسم موزامبیک ناسیونالیسم پرتغالی نیست. زبان ناسیونالیسم رو تعیین نمی‌کنه، بلکه این زبان حلقه مرتبط یک کشور است. چرا زبان فارسی در ایران انتخاب شد؟ چون این زبان به طور داوطلبانه از زمان غزنویان به عنوان زبان ادبی دیوان سالاری و سرانجام زبان اداری ایران انتخاب شده بود. اساساً فرمانها رو به اون زبان می‌نوشتند، مالیات رو بر اساس صورتی که به این زبان تهیه شده بود فراهم می‌کردن، شاعران، نویسندگان، کاتبان پیرامون دربار همه به زبان فارسی صحبت می‌کردن، حتی اگر زبان مادریشون زبان متفاوتی بود. وقتی مشروطه چیره می‌شود، یک زبان رو به عنوان زبان رسمی باید انتخاب بکنن. نمی‌توانند بگویند که ما یک دولتی داریم، اونم دولتی فقیر، ولی اسناد و نوشته‌ها و همه اینها باید مثلا به 13 زبان باشه. عملی نیست از نظر اقتصادی، یا همه مدارس باید هر زبانی که میخواهند باشه. یک زبان رو انتخاب میکنن، زبانی است که مجلس شورای ملی به اون صحبت میکرده، زبانی است که انقلاب مشروطه به اون آغاز شده. 140 رساله برای ما به یادگار مونده در طرفداری یا مخالفت از انقلاب مشروطه. اساسا این رساله ها به فارسی است، برخی هم عربی است، ترکی ولی نیست، کردی نیست، چون این زبان گفتمان جامعه در اون زمان نبوده. جالب اینجاست که بیشتر اونها رو ترک زبانان نوشتند. اصلا ناسیونالیسم ایرانی با لهجه ترکی متولد شده. به زور هم اینطور نشده بوده. اصلا این داستانهایی که میسازن که رضا شاه آمد این کارو کرد. دولت رضا شاه 19 سال پس از فرمان مشروطه شکل گرفته. اصلا رضا شاه کسی نامی از اون نمیشناخته در دوران مشروطه، کاری نبوده. این انقلاب مشروطه که پایگاهش تبریز هم بوده، با جانفشانی‌های مردم آذربایجان و قفقاز در همه ایران چیره شده. زبان ستارخان زبان ترکی آذربایجانی است، شاید فارسی هم خیلی خوب نمیدانسته، ولی برای سرافرازی ایران میجنگیده، نه برای سرافرازی ترک زبانان ایران. همون جور که اونهایی که مانند میرزا ملکم خان یا آقا خان کرمانی و یا دیگران، آقا خان کرمانی جانفشانی میکنه، سرشو زیر درخت نسترن به دستور محمد علی شاه میبرند، مال کرمان بوده، ولی برای حقوق مردم کرمان یا فارس زبانان کوشش نمی کرده، برای ناسیونالیسم ایرانی کوشش می کرده. این ناسیونالیسم ایرانی، توجه داشته باشید که در پیدایش یک دولت ملی در یک کشور، یکی از مهمترین عوامل یعنی ستونهای ایجاد یک دولت ملت مدرن ارتش اون کشوره. یعنی اصولا شما نمی توانید یک دولت مدرن بسازید، ولی در این دولت مدرن هر گوشش ارتش داشته باشه. ایالات متحده 50 ایالت داره، ولی یه ارتش داره، اگرچه دولت‌های محلی هم گارد دارن و نمی‌دونم پلیس دارن و غیره. ولی برای اینکه ارتش مدرن ایران ساخته بشه، ارتش مدرن ایران رو وقتی رضا شاه تصمیم می‌گیره بسازه، آرزویی که از دیرباز وجود داشتن زمان نایب السلطنه، برحال کسی که در جریان جنگ ایران و عباس میرزا جنگ ایران و روس جانفشانی های زیادی کرد، وقتی تصمیم میگیرن ارتش مدرن رو بسازن، دو افسر عالی رتبه ارتش ایران نقش مهم دارند. یکی شیبانی است که در ژاندارمری بوده و دیگری جهانبانی، امان‌الله خان جهانبانی. یکی شازده قاجار است، یعنی جهانبانی، دیگری شیبانی آذربایجانی است. یعنی ارتش ایران رو افسران قاجار، قزاق
و آذربایجانی ساختن اساسا، ولی این ارتش اونها نیست، ارتش ایران بوده. زبانی هم که در اونجا چیره می شود، اگر این معیار رو ما بپذیریم که زبان مفهوم ستم رو تعیین می کند، زبان در واقع چیرگی قوم رو می رساند، خب پس ما 900 سال ستم ترکمانان رو داشتیم، حالا گیرم که 80 سال هم دولت فارسا، با این اعتبار هنوز 820 سال طلبکاریم با این استدلال. ببینم آقای امینی، چند بارم شما این استدلال رو به کار بودی، ملت فارس چه ملتیه؟ وجود نداره اصلا. ببینید ملت یعنی چی؟ ملت بر پایه بچه اصولا ملت بر چه زمینه ای شکل میگیره؟ یا ملت از رشد یک قوم واحد تحول پیدا میکنه، قوم همزبان همتاریخ به یک ملت تبدیل میشه، مانند ملت هلند. اینها زبانشون داچه، پیشینشون داچ و هلندیه، شاید در میانشان تیره های مختلف وجود داشته باشه، مذهب واحد هم تقریبا داشتن. اساسا وقتی دولت هلند به وجود بیاد مذهبش پروتستانیسم است. آلمان، برخی از ملت های دنیا ملت هایی هستن که از آمیزش مردمانی از تبار و تیره های مختلف به وجود می آیند. از همه در واقع متنوع تر ایالات متحده است که هر کسی از یک گوشه جهان آمده و در کوتاه زمانی با هم در هم آمیختند. اصلا این تبارها و تاریخها بعد از یکی دو نسل از میان رفته، یعنی اون کسی که از لهستان مهاجرت کرده با اون کسی که از ایرلند آمده شاید در دو سه نسل ازدواج های صورت گرفته، اینها یک آمیزه ای هستن از میان اینها. کشور ما هم این گونه بوده، یعنی مهاجرت بوده در ایران، کوچ بوده، یا کوچ اجباری یا کوچ داوطلبانه، کوچ برای کار یا کوچ به ضرب شمشیر پادشاهان که مثلا بخشی از افشار رو برمی‌دارن از آذربایجان میبرن به خراسان که نادر از اونجا بلند می‌شود، یا قاجارها رو برمی‌دارن از اونور رودخانه ارس، بخشیشون رو میبرن گرگان، نزدیک گرگان، که در برابر ترکمانان دیگر بایستند و اینها میشوند قاجارها، دولت آخرین دولت ترکمان ایران رو ایجاد میکنند. به هر حال یکی از این دو باید باشد. بر اساس زبان ملت شکل نمیگیره. یعنی ما در تاریخ ایران پدیده‌ای به نام قوم فارس نداشتیم. اینایی که این حرفا رو میزنن دست میبرن تو تاریخ، میگن چرا این فارس همون پارسه، همون مردمان پارسی هستن که هخامنشی ها رو درست کردن، پرسه ها، در حالی که زبان فارسی از سرزمین پارت ها که خراسان باشه بلند شده. هیچ ربطی نداره این بحثا با هم. افسون بر این این تاریخ آریایی ایران پیش از اسلام، پس از اسلام دگرگون شده. اعراب آمدن، مغول ها آمدن، گروه های مختلف ترکمان آمدن به ایران. ایران تبدیل شد به یک آمیزه ای از همه گروه ها. در بخش های از ایران زبان ترکی چیره شد، در بخش های از ایران زبان کردی ماندگار بود و یکی از قدیمی ترین اقوام ایرانی هستند. در بخش‌های از ایران زبان عربی وارد شد، ولی به زودی زبان عربی کنار رفت، مانند خراسان یا در فارس آمیزش پیدا کردند. خزیمه ها، همین خاندان علم، عرب تبار بودند، ولی به تدریج جزوی از مردم اون منطقه شدند. تمام شاهان شروانشاهان اون طرف رودخانه ارس، اینا همه عرب تبار بودند. بخشی از اون مهاجرت ها جدید هست، عشایر عربی است که در 300 سال گذشته به ایران، یعنی منطقه کنونی ایران آمدند و اینا زبان خودشون حفظ کردن، زندگی عشیره‌ای خودشون هم حفظ کردن. برخی از اونهایی که در ایران به زبان عربی صحبت می‌کنند، ایرانی تبارانی هستند که کوچ کرده بودند برای کار یا فرار از دست شیعیان صفوی به آن طرف آب، خلیج فارس و دریای عمان. اینها ایرانی هستند، برمیگردند به ایران. به همین دلیل هم نیمی از جمعیت بحرین، عرب زبان بحرین، قطر، عمان، همه اینها ایرانی تبار هستند ولی عرب زبان. بسیاری از اونها کوچ کردند در دوران آمدن افغانها که به خون در واقع اونها حالا میخواستند اهل سنت رو چیره بکنند، فرار کردند به هند، یا در یه دورانی بسیاری از زرتشتیان ایران فرار کردند به هند، شدند پارسیان هند. این پارسیان هند ایرانی تبار هستند. وقتی از هند به کشور ما برمیگردند، آمیزش های هم اگر کرده باشند، اگرچه ممکنه زبان فارسیشون با زبان فارسی تهران متفاوت باشه، ولی ایرانی هستند. این ناسیونالیزمی که در دوران مشروطه شکل میگیرد و به اصطلاح ملت ایران رو ایجاد میکند، نه به مفهوم چیرگی یک گروه
به نام فارس ها، بلکه باید گفت فارس زبان ها، یعنی اونهایی که زبان مادریشون فارسی است، که تقریبا میتوان گفت ایرانیان بخش های مرکزی ایران، بخش بزرگی از مردم خراسان، تهران، سمنان، یزد و اصفهان و تا حدودی از شیراز رو در بر میگیره. این که میگم حدودی تا شیراز، برای اینکه بخش های بزرگی از ایالت فارس، اینها هم زبان مادریشون فارسی نیست، لارستانی، ویجهی، متفاوت از با زبان فارسی. همین سمنان رو شما در نظر بگیرید، پیرامون سمنان ده ها گویش متفاوت از فارسی هست. هممیهنانی که این برنامه رو نگاه میکنن و سنگسری هستن، میدانن که زبان سنگسری تنها یکی از تنها زبانهایی است که در ایران صیغه مؤنث مذکر و مؤنث مذکر داره که ما در زبان فارسی نداریم، که در عربی وجود داره، خیلی قدیمی تر از زبان فارسی است بسیاری از گویش‌های در حتی ایران مرکزی که وجود داره. بنابراین کشور ما کشوری است پر از زبان‌های مادری که بسیار زیباست اینها بمونه. نزدیک به 900 گویش و بنگویش ما در ایران داریم. 900 گویش و بنگویش. برخی از اینها شاخه‌ای از یک زبانن، برخی از اینها یک زبانن. مثلا این ادعایی که میکنن خیلیه. ببینید شما توجه کنید، کردها، خب کردها که یک زبان صحبت نمیکنن، در میان کردها سه زبان هست، همه کردی است، همه از خانواده زبان کردی است، ولی زبان ادبی کردها، اون زبانی که حزب دموکرات کردستان تارنماشو به اون زبان چاپ میکنه، اون زبان اقلیت کردهای جهان، یعنی گویش اقلیت کردهای جهان هست. در میان ترکی هم در ایران، ترکی که در قوچان صحبت میشود، ترکی که در قشقایی صحبت میشود، ترکی تبریز و حتی اردبیل با هم تفاوت داره، تفاوت‌های ساختاری نداره، تفاوت‌های گویشی و در این حال تفاوت‌های حتی واژگانی داره. در میان زبان فارسی هم چنین هست. امروز شما اگر بروید در آمده یک کتابچه‌ای در آمده در مورد ضرب المثل های بختیاری، خب امکان نداره من و شما بدون توجه و یا ترجمه این ضرب المثل های بختیاری رو که دیگه خیلی به زبان فارسی و به فارس ها قاعدتا باید نزدیک باشه، امکان نداره ما بفهمیم. متوجه میشه. برای افسانه از این داستان ساخت و پرداخته دوران کنونی است، یک رشته اشتباهات دوران رضا شاه که فقط اشتباهات شخص او نیست، اشتباهات گروهی از روشنفکران ایران در اون دوره است، به این مسئله دامن زد. بسیار هم زودگذر بود، تأثیری هم نداشت. مثلا تابلوی مغازه ها باید به زبان فارسی باشد، اسم‌گذاری ها، عرض کنم که اجبار در این که زبان ترکی مثلا صحبت نشود، حرف هایی که می زدن که ما بیاییم و همه رو یک زبانه کنیم، یک کوششی بود که شاید بتوان گفت که نیازی بهش وجود نداشت. ایران بدون این فشار زبان فارسی رو همه به عنوان زبان مشترک پذیرفته بودند و باید تشویق می شد در جامعه که زبانهای دیگر، من و شما مدرسه که می رفتیم به اجبار باید عربی یاد می گرفتیم، خب چه بهتر بود که به اجبار زبان دوم ما یا کردی باشه یا ترکی باشه که با هموطنان خودمون بتوانیم صحبت کنیم. یه بیم و هراسی وجود داشت به نادرست که اگر این زبانها حفظ بشود ممکن است اینها بروند دنبال کار خودشون. این زبان حفظ شده و کسی هم دنبال کار خودش نرفته، هم سرنوشتی در ایران است، به ویژه با توجه به این که 90% اقتصاد مملکت ما از یه منطقه خوزستان میآید که نفته، حالا البته خوشبختانه گاز هم آمده که منطقه خلیج فارس و دریای عمان هست، ولی به طور کلی این بحث‌ها بحث‌های بسیار بسیار عقب مانده است که داره رواج پیدا می‌کنه، به جای اینکه پافشاری بشود بر حق زبان مادری، بر حفظ زبان‌هایی که در ایران وجود داره، حتی زبانی مانند سنگسری که شاید 10,000 نفر بیشتر به اون صحبت نمی‌کنند، یا شهرمیرزادی که شاید مثلا 3,000 نفر هم به این زبان صحبت نمی‌کنند، یا گویش‌های نتنزی که بسیار اندکی از مردم، انارکی زبان است، ولی آیا مردم انارک باید یه دولت مستقل انارکستان درست کنند؟ عرض کنم که برویم زبان مادری حافظ و سعدی ویجه‌ای بوده است، آیا باید مثلا ویجستان درست کنیم ما در ایران؟ آقای امینی فرمودید که 900 سال ترکمن ها بر ایران حاکم بودند، یعنی این گروه مسلط بود، ترکمن تباران دولت های حاکم در ایران بودند، ولی ترکمن ها حاکم نبودند، اینو من خیلی باید روشن کنم. بله، دولت های ایران دولت ترکمن تبار بوده، ایل های ترکمن تبار بوده، اینها نماینده چیرگی ترکمن ها بر ایران نیستند، ایرانی میشوند اینها. زبانی که اینها داشتن چی بوده؟
بستگی داره در چه دوره‌ای. مثلا وقتی اولین دولت ترکمان تبار ایران به وجود میآید که دولت غزنوی است، سلطان محمود غزنوی به سختی فارسی میفهمیده، یعنی باید براش ترجمه میکردند، چون زبان مادریش زبان سپاهی غزنوی بوده، از غزنه جنوب کابل آمده بوده. بیچاره فردوسی. خب بر همین هم استش که وقتی که دیوان سالاری ایران داره شکل میگیره، زبان دیوان سالاری فارسی است و این شعر رو برای اون میگن. اصلا اولین کسی که در تاریخ ایران زبان دیوانی ایران رو به طور رسمی فارسی کرد در دربار غزنوی ابوالعباس فضل اصفرایانی بود که آمد گفت زبان رسمی فارسی است. عربی بود. می‌دونید هر فرمانی که از بغداد می‌آمد برای سلطان عربیش رو می‌خوندن، بعد ترجمه فارسی هم می‌کردند. چیزی به نام فرهنگ ترک در اون موقع جز میان سپاهیان وجود نداشت. زبان ادبی ایران فارسی بود، زبان دانشی و دینی عربی بود، زبان جنگ ترکی بود، یعنی سپاهیان. و این به ماندگاری خودش ادامه داد. به همین دلیل هم یه زبانی به وجود آمد به نام اردو. اصلا زبان اردو یعنی زبان لشکر. اردو کشی اصلا از اونجا بلند شد، از این پیشینه در واقع ساخته شد. و در مورد زبانها کی به چه زبانی صحبت میکرده، نزدیکترین دولت رو در نظر بگیریم، قاجاریه. اینها قاجاران زبان مادریشون ترکیست، یعنی ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، محمد علی شاه، همه اینها، فتح علی شاه غیره، آقا محمد خان یه کمی فرق میکرده چون در گرگان در واقع رشد کرده بوده، اونم زبانش ترکیست. اصلا قهرمان آقا محمد خان چنگیز و تیمور بودن در خیمه‌ای که درست کرده بوده، چون اصلا حاضر نبوده در قصر زندگی کنه. مثل قذافی خیمه بزرگی داشته که در اونجا پیکره چنگیز و تیمور رو به عنوان قهرمانان خودش جلوی جایی که میخوابیده گذاشته بوده. ولی اینها تا موقعی که تبریز بودند، تبریز در میان خودشان به ترکی صحبت میکردند. اونجا هم ولی عهد نشین بوده تبریز. وقتی میامدن به تهران و پیرامونیانشون برای ایرانیان فارس زبان هستند که دیوان به این زبان اصولا بوده، فرمانها به این زبان نوشته میشده، نه به زبان ترکی. اصلا برای سالهای درازی بوده که هیچ فرمانی به ترکی نوشته نشده بوده، پیشتر می نوشتن. اینها می آیند و زبان فارسی رو یاد می گیرن. ولی بسیاری از شخصیت هایی که تاریخ نوشتن در اون مود، برای اون موقع ها، دوست محمد خان معیر ملک، این می گوید که وقتی که اصلا ناصرالدین شاه شیفته این بوده یه نفر ترک زبان بیاد این بشینه با اینا ترکی حرف بزنه، چون زبان مادریشه. به همین دلیل هم استش که وقتی مظفرالدین شاه نزدیک به 40 سال در انتظار ولیعهدی بوده، هر وقت می آمده به تهران همه پیرامونیانش فارسی رو بد صحبت می کردن، چون فرصت نکرده بودن. این واژه توهین‌آمیز ترک فلان رو درباریان ناصرالدین شاه در مورد مظفرالدین شاه درست کرده بودند، نه فارس زبانان نطنز و شیراز و غیره، اینو خودشون در مورد اون یکی می گفتن. بنابراین خیلی جالب است وقتی که محمد علی شاه را از ایران تبعید می کنند و می رود به روسیه، فرزندانش و فرزندان برادرش، کسانی که شاهزادگان قرار بوده بعدی باشند، فرزندان محمد حسن میرزا و یکی دیگر از فرزندان خود او، به تدریج ترکی یادشون میره، روسی یاد می گیرند. بنابراین حمید میرزا می نویسد که من وقتی بالاخره به لندن رسیدم با پدرم نمی تونستم صحبت کنم، برای اینکه پدرم ترکی و روسی بلد بود، منم بچه بودم آمده بودم انگلستان، روسی و ترکی یادم رفته بود، انگلیسی بلد بودم، ما زبون همو نمیفهمیدیم. و این با این وجود این زبان فارسی حفظ شده. یعنی فردوسی و سعدی و حافظ یه لشکر جراری بلند نکردن بروند تمام این دولت‌های ترکمان رو مجبور بکنن که شما بیایید و فارسی حرف بزنید. ببینید تیمور وقتی میرسد تبریز رو میگیره، یه نامه نوشته به پادشاه فرانسه. تیمور که دیگه از من و شمای فارس زبان نمیترسه که، تیمور آمده مملکت رو فتح کرده، یکی از بزرگترین جهانگشایان تاریخ است. این نامه رو از تبریز به پادشاه فرانسه به فارسی مینویسه، برای اینکه زبان دیوان ایرانه، زبان ادبی ایرانه. فتحنامه سلطان محمد فاتح قسطنطنیه
به دو زبان نوشته شده، ترکی و فارسی. آقا سلطان محمد فاتحی که رفته تمام قوای مسیحیان رو شکست داده، قسطنطنیه رو گرفته، که از ترس من و شما و مردم یزد و نطنز که این رو به فارسی ننوشته که. وقتی سلطان سلیم میخواسته تبریز رو فتح کنه در مقابل شاه اسماعیل صفوی، سلطان سلیم شعر میگفته، شاه اسماعیل صفوی هم شعر میگفته. شاه اسماعیل ترکی شعر میگفته، سلطان سلیم فارسی شعر میگفته. اون پادشاه عثمانیه، این پادشاه ایرانه. نامه های سلطان سلیم به اکابر و اعاظم تبریز این همین عنوانه، به فارسی است. به شاه اسماعیل به فارسی است. پاسخ های شاه اسماعیل گاه به فارسی است، گاه به ترکی است. این فرایند طبیعی جامعه ما بوده. ولی بالاخره وقتی میاییم میرسیم به دوران مشروطه و سپس دوره پهلوی، راهی جز این نیست که شما یک زبان رو که به طور طبیعی آمده برگزینید و با توجه به فقر جامعه آموزش رو به اون زبان گسترش بدهید. آره، در یک کشور بسیار ثروتمند، آقای فروزنده، میشه در دانشگاه به کردی فیزیک یاد گرفت، ولی در یک کشور فقیر حتی کار ساده سواد آموزی هم بالاخره باید با یک زبان باشه. بینندگان عزیز، پس از پیام های بازرگانی برمیگردیم و باز هم پای صحبت های بسیار آگاهی دهنده محمد امینی، پژوهشگر و نظریه پرداز، خواهیم نشست. ببینیم که واقعا آیا این توانایی زبان فارسی بود است که اون رو در سراسر ایران حاکمیت زبانی بخشیده و یا نه زبان‌های دیگه هم این قابلیت رو داشتند که بتوانند به جای این زبان انتخاب بشوند و نشدند. ببینیم در دوران رضا شاه چه اتفاقی میافتد که امروز بسیاری از کسانی که دایه مسائل بودار رو دارند، دوران رضا شاه رو دورانی میدونند که حقوق ملیت‌های ایرانی در اون پایمال شده. با ما باشید. حتماً وجوده. چنانچه در خصوص انتقال پول از ایران به آمریکا و قوانین جدید اوفک، همچنین قوانین جدید بعد از تحریم‌های اعمال شده بر ایران، علاقمند به کسب اطلاعات بیشتر هستید، از شما دعوت می‌کنیم به سری برنامه‌های ایران محضر، دفتر خدمات حقوقی و مشاوره قضایی دکتر مهدی حائری، کارشناس قوانین ایران و آمریکا و مشاور امور اوفک توجه فرمایید. هر شنبه 12 ظهر به وقت لس آنجلس و هر یک شنبه 5 صبح به وقت لس آنجلس، 2 بعد از ظهر به وقت اروپا. سلام، آزیتا شیرازی هستم و افتخار دارم کرم‌های پوستی آیوما، محصولی از فرانسه، رو به شما معرفی کنم. آیوما جدیدترین پدیده در صنعت زیبایی، پوست شما را با دستگاه‌های پیشرفته بررسی و تعیین کیفیت می‌کند. آیوما اسکین ایمیجینگ پوست شما را همراه با 3 روز سامپل هدیه می‌دهد. آیوما منحصراً در ساکس فیفت اونیو، بیورلی هیلز و نیویورک. آیوما جدیدترین پدیده در صنعت زیبایی پوست، محصولی از فرانسه، فقط در ساکس فیفت اونیو. شرکت ترانه تقدیم می‌کند. کی به نرخ دل من ناز نگاه تو میخره، دلپذیرترین ترانه ها با صدای وقتی که سعید محمدی. کی برات شونه میشه وقتی تو گریه میکنی، توی قحطی امید به کی تو تکیه میکنی؟ همیشه دی اون منم که پای تو از همه چی دل میکنم، اون منم که جون میدم به پا تو دم نمیزنم، تا ته قصه اش شونه به شونه باد میام، از تموم روزگار به زودی چیزی به جز تو نمیخوام. کاری میخواهد از قصه گوی عشق سعید محمدی. شرکت ترانه با افتخار ارائه میکنه سعید محمدی در آلبوم همیشه دیر. امشب شب من، شب میلاد عشق
همسر جون، راه آسان آشنایی با همدم و همسر دلخواهتون. داشتن یار و همسر برابر نشان خردگرایی و بینش است، زیرا نه تنها عشق و دوستی و رسایی رو به زندگی شما می آورد و در تندرستی و بهداشت روان به شما کمک می کند، بلکه پژوهش‌ها نشان می دهند که زندگی زناشویی شما همیشگی و پایدارتر می شود. پس در هر شهر و کشوری که هستید در مؤسسه همسر جون نام نویسی کنید تا من پروین زمانی با تخصص در کار همسریابی شما را با همدم و همسری تحصیل کرده، برازنده و همتراز و مانند خودتان آشنا کنم. مهاجرت از طریق ازدواج توسط مؤسسه همسرجون.com چنانچه دارای شرایط مناسب باشید. برای آشنایی با سرویس مؤسسه همسرجون نخست به وبسایت همسرجون.com مراجعه کنید. 818-450-6744 لطفاً برای تماس با نماینده همسرجون در ایران با شماره ایران بر روی صفحه تماس بگیرید. همسرجون.com. بینندگان ارجمند، برگشتیم و در ادامه برنامه ببخشید هم صدایی در خدمت شما هستیم و جناب محمد امین دارید که اسما رو همین کمی چیز میکنید. بله، خب داشتیم صحبت میکردیم جناب امینی، به هر حال زبان فارسی آمده تفوق پیدا کرده و زبان ملی شده. بله. خب حالا از نظر زبانی اگه بخوایم نگاه بکنیم، لابد خود این زبان هم یه ویژگی هایی داشته که تونسته این عمومیت رو پیدا بکنه. اصلا مسئله پذیرش یک زبان در یه جامعه هنگامی که دولت ملت ایجاد می شود یا حتی پیش از پیدایش دولت ملت ارتباطی با توانایی زبان نداره. توانایی زبان بی شک تأثیر داره. یعنی یک زبان بسیار ناتوان نمی تواند چنین نقش رو ایفا بکنه. یه زبانی که فرهنگ نداره، اصلا فرهنگ نوشتاری نداره، چون ماندگاری زبان با فرهنگ نوشتاری است نه گفتاری. هزاران زبان در دنیا آمدند که نوشتاری نبودند و از میان رفتند، و یکی از دلایلی که زبان فارسی میتواند مثلا نسبت به زبان بلوچی، بدون اینکه من بخوام توهین کنم به مثلا زبان بلوچی، در این است که شما به زبان بلوچی تا این اواخر یک قفسه کتاب را هم نمیتوانستید پر کنید، ولی گنجینه زبان فارسی یا عربی بسیار زیاد بود. بسیاری از نوشته‌های زبان ترکی بعد از پیدایش اتحاد جماهیر شوروی از سوی آکادمی‌هایی که در اونجا به وجود میاد، در جمهوری‌های شوروی شروع می‌کنه به نوشته شدن، و بعدها اینک به خصوص بعد از پیدایش ترکیه، قبل از اون شمار کتاب‌ها به زبان ترکی بسیار کم بوده، به زبان کردی و همچنین. علتی که زبان فارسی این نقش رو پیدا می‌کند در واقع یک تصادفه. تصادف به این معناست که وقتی که اعراب ایران رو فتح می‌کنند و زبان پهلوی که زبان چیره جامعه ایران بوده عملاً کنار گذاشته می‌شود، یکی دیگر از زبان‌های دولت ساسانی سربلند می‌کنه. در دولت ساسانی 5 زبان وجود داشته که مورد پذیرش دولتی بوده. یکی از این زبان‌ها زبان دری است، فارسی است، که این زبان فارسی است در واقع، که این زبان میآید و از در واقع از شرق ایران، از غرب ایران عذر میخوام، سفر میکنه به شرق ایران، به سیستان، خراسان، خراسان بزرگ، و این بار نخست به عنوان فارسی دری و سرانجام به عنوان فارسی به زبان چیره تبدیل میشود. علت این که این زبان مورد پذیرش قرار میگیرد و نه کردی، نخست این است که این زبان در برابر عربی است، یعنی زبان دشمنی با چیرگی عرب در ایران هست. عامل دوم این هست که زبان دیوان سالارانی که از دوره ساسانی باقی میمانند در دوره چیرگی عرب و از دوران چیرگی عرب به دوره طاهریان و دوره سامانیان انتقال پیدا میکنند، زبان دیوان سالاران ایران، یعنی اونها که اداره میکردن جامعه رو، زبان اینها فارسی بوده. بنابراین هر کس میخواسته با این دولت به ویژه سامانیان
که در دوران اونها هستش که اوج شکوفایی فرهنگ ایرانی و برگشت فرهنگ ایرانی در خراسان بزرگ است، دوران زرین فرهنگ ایرانی است بعد از اعراب، دورانی است که پیش از غزنویان هست، پیش از فردوسی است. در این دوران هست، دورانی که مثلا رودکی شعر میگه، شما نگاه کنید این زبانی که رودکی شعر بهش میگه امروز برای ما قابل فهمه، زبان شکسپیر برای بسیاری از انگلیسی زبانان امروز قابل فهم نیست، ولی زبان ما خودش حفظ کرده. یکی از عوامل بسیار مهمش زبان دیوان سالاری است. چون زبان دیوان سالاری زبان فارسی بوده، هر کس با دیوان میخواسته کار کنه باید فارسی یاد میگرفت، چاره‌ای نداشت. در نتیجه به طور طبیعی این زبان به زبان ادبی ایران تبدیل میشود و به همین دلیل هم است که شما میبینید نظامی گنجه‌ای اهل گنجه است، قطران تبریزی، خاقانی شروانی تا منوچهری دامغانی، اینا همه از سر تا سر ایران به این زبان سخن میگویند. در واقع توانا شدن این زبان هم جدا از دیگر عواملی که گفتم به دو شخصیت هم در تاریخ ایران خیلی ارتباط داره، یکی بیرونی است و دیگری ابن سینا. از اونجایی که هر دوی اینها رساله‌هایی به فارسی می نویسند، به خصوص ابن سینا، و نام نگاری های حتی با هم دارند، واژه هایی رو که در فارسی حتی متداول نبوده اینها بهش رسمیت میدن، پذیرا میکنن این واژه ها رو، چون قدرت علمی اونها انقدر بالا بوده که اگر واژه‌ای رو ابن سینا در نوشته فارسیش، کسی که بیشتر کارهاش به عربی است، به کار میبرده، این واژه روان میشود، کاری که بعدها فردوسی میکنه با زبان فارسی. بنابراین پیدایش شخصیت هایی که از جمله فردوسی در حوزه شعر، اینها باعث میشود که این زبان توانا بشود. و شما اگر نگاه کنید به اون دوره تاریخ ایران، اسنادی شبیه اینها به زبانهای دیگر بومی ایران پیدا نمی کنید. شما هیچ نوشته‌ای به زبان کردی از اون دوران، مگر جز سنگ نوشته ها، جز آثار بسیار بسیار محدودی که شعرهای بومی بوده، پیدا نمی کنید. اولین کتاب تاریخ کردستان ایران، شرفنامه ودلیسی، اولین کتاب تاریخ کردستان هست به زبان فارسی نوشته شده، با اینکه خود او اهل بدلیس بوده، کرد هست و بسیاری از کتاب هایی که در مورد مناطق دیگر ایران نوشته شده، تاریخچه هایی که وجود داره، به طور طبیعی فارسی بوده. فارسی تواناترین زبان فلات ایران نیست، از پاره جهات باید گفت واژگان کردی بسا فراختر و گسترده تر از واژگان فارسی است، یا عربی زبان بسیار تواناتری زبان فارسی است. قدرت ترکیب و استفاده از فعل در زبان عربی بسیار غنیه، ما نداریم این رو، نه اینکه نداشتیم، از میان رفته، ولی زبان خودشو حفظ کرده. و طبیعی است که بنابراین وقتی ما به دوران پیدایش دولت مدرن میرسیم، نه به اجبار، ببینید نمایندگانی که از تبریز میآیند در تهران، سرشناس‌ترین نماینده تبریز در مجلس اول که انقلابی ترین اونها هست تقی‌زاده است، با لهجه غلیظ ترکی. من تقی‌زاده رو موقعی که 7-8 سالم بوده قبل از درگذشتش در منزل پدرم دیدم، یادم هیچ وقت نمیره، چون پدرم معرفی کرد، گفت این کیست، لهجه غلیظ ترکی، و در خانم خیلی وقتا ترکی صحبت میکرده، البته خب همسرشون خارجی بوده، احتمالا با همسرش نه. ولی این آدم وقتی میاد از تبریز میاد به تهران، این همه درخواست های مختلف رو مطرح میکنن، یک جای اسناد مشروطه نیست، تو مجلس اول یا دوم یا سوم کسی بیاید بگوید که آقا شما تهرانی ها، شیرازی ها که نقش به اندازه مادر مشروطه نداشتیم، زبون عوض کنیم به ترکی بگذاریم. یک بار چنین پیشنهادی نشده اصلا، این نمایندگان ملت اصلا وجود نداره، این پیشنهاد اینا یه مقدار تاریخ سازی های امروزیه که میرن میگردن یه برگ مجله در میارن میگن که آقا اونجا هم بوده. برید پیشه‌وری که در تاریخ ما به خاطر رفتار بسیار بدش در جریان جنبش آذربایجان، بحران آذربایجان، بسیار مورد اتهام قرار گرفت. اولین روزنامه‌ای که سردبیری می‌کرده در سال 1300 خورشیدی، 1299 1300 خورشیدی، میدونی اسمش چی بوده؟ آذربایجان جزء لاینفک ایران، اسم مجلسی، سردبیرش پیشه‌وریه، پیشه‌وری کمونیست،
که زبان مادریش زبان ترکی است، ولی در مقابل مساواتچیا که میگفتن آذربایجان رو هم میخواهیم، گفته آذربایجان جزء لاینفک ایران. این عنوان روزنامه‌شه. این ناسیونالیسم رو که رضا شاه به یک کمونیست آذربایجانی حقنه نکرده. ایرانی یکی از بزرگترین شخصیت‌های متفکر چپ ایران هست که اگر به داوری من زنده میماند، حزب توده این بلا سرش نمیآمد، نمیگذاشت حزب توده برود به این ترتیب زیر دست شوروی. ولی ایرانی یکی از سردمداران ناسیونالیسم ایرانی است و طرفدار این که رواج بدهیم این زبان فارسی رو. ایرانی است، یعنی از خطه قفقاز خاندانش، زبان مادریش ترکی است. آیا همه اینها فریب خورده بودند؟ همه اینها زیر سلطه رضا شاه رفته بودند؟ رضا شاهی که زبان مادری خودش فارسی نبوده. یعنی رضا شاه در آغاز کار چون در تیپ قزاق پرورش پیدا کرده بوده، ترکی و روسی بلد بوده. فارسی اعلامیش هست، اولین اعلامی که رضا شاه نوشته. بقیه رو خب خوشبختانه دیگران می‌نویسن، چون سواد فارسیش خیلی ضعیف بوده. رضا شاه درسی نخونده بوده. حکم می‌کنم، اون اعلامیه معروفه، حکم می‌کنم که بعد از کودتای 1299 نوشته. فارسی بسیار بدی است. حالا این چرا شده سمبل تجاوز از سوی فارس‌ها به دیگران؟ اینا ساختگی. اجازه بدید از این فراتر بروم. سه ازدواج بزرگ رضا شاه کرده، یه ازدواج قبلی کرده که اون رو به حساب نمیاریم. این سه ازدواجش، یکیش که مادر محمد رضا شاه و اشرف پهلوی و تنی دیگر از شاهزادگان قاجار است، از خانواده آیرملو هست، یکی از خاندانهای بزرگ ترکمان ایران. دو همسر دیگرش قاجارند. خانم دولت شاهی از نواده های فتلی شاه قاجار، دولت شاه پسر بزرگ فتلی شاه قاجار است. خب پس اگر چنین است، حتی در دوران کنونی هم، در دوران پهلوی هم، نیمی از بافت فرمان روایی ایران بافت آیرملو و ترکمان است. ولی اینها ساختگی، اینها قصه است درست میکنند. برای چی درست میکنند؟ برای اینکه تاریخ بسازن. خب این تاریخ سازی در شرایط فعلی با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک ایران و با توجه به وضعیتی که متاسفانه بر حاکمیت ایران استوار هست، با یک امیدهایی فکر نمی‌کنید داره انجام میشه؟ 100% امید فقط نیست، مطمئن باشید که اسکناس هم پشتش هست. بخشی از اینها فقط امیده، یعنی ناآگاهی و امیده، به درستی شما در آغاز گفتید. بخشی از اینها واقعا سوداهای ناسیونالیستی کور پانترکیستی و پان کردیستی و پانهای دیگر است که این پانها همش غلطه. پان ایرانیستی، پان کردیستی، پان فارسیستی، همه اینها پانهای بی ربطی است. ما اصلا نباید طرفدار پان باشیم برای سیادت هیچ قومی، فاشیسم به طور کلی. ولی بخشی از اون هم مطمئن باشید که به جای دیگر وصله. مطمئن باشید که بخشی از چالش برای عربستان خواندن خوزستان ارتباط داره با پولهایی که کویت و عربستان خرج میکنه. تردید نداشته باشید. نه هر کسی که این رو میگوید ضرورتا از اون اسکناس ها نصیبش شده، بلکه از روی باور دارین مطرح میکنه این مسائل. ولی خیلی از اونها، بسیاری از این گروهایی که صحبت از جدایی آزادی ترکمن صحرا میکنن، پایگاهشون در عشق‌آباد، در ایران که نیست، در باکو ایجاد شدن، در لندن درست شدن. برخی از گروهایی که پرچم یکی دو سه تا از این گروهای بلوچ رو در واشنگتن، لندن، منزل این آقایون تنظیم کردند، پرچم درست کردن برای بلوچستان ایران یا برای کردستان ایران. خب اینها در واقع بخشیش برمیگرده به همون نکته که فرمودید، کوشش برای این هست که ایران زیادی بزرگ. اسرائیل سالهای درازی است که چنین میاندیشه که ایران، نه ایران جمهوری اسلامی، اصلا ایران بزرگ، کشور بزرگ دردسر ایجاد میکنه. برای اینکه ایران اگر توانا در منطقه خاورمیانه، ببینید ایران اگر به دموکراسی دست پیدا بکنه، به دلیل اتفاقا همین تنوع زبانی و قومی بر مردم آذربایجان، جمهوری آذربایجان تاثیر داره، در ترکیه تاثیر داره، عراق که به هر حال تحت تاثیر زیاد ایران است، افغانستان که اساساً بخشی از ایران بوده، در سرتاسر منطقه آسیای مرکزی که حوزه فرهنگی بزرگ ایران بودند، ایران بزرگ فرهنگی بودند، تاثیر داره. نفتم که داره، گازم که داره، بنابراین میتواند موی دماغ برخی از کشورهایی بشود در اونجا که نمیخواهند دموکراسی دنبال کنن، نمیخواهن یک دولت چیره بشود. این سودای تجزیه در ایران از زمان محمد رضا شاه هم وجود داشته، ولی خب خوشبختانه به این دلیل که در اون دوران غرب نمیتونست ریسک کنه
ماندگاری و تمامیت ارز ایران رو اون رو پذیرفتن. شوروی بوده که گاه تمایل به این داشت که شاید تجزیه بشه ایران. الان ورق برگشته و جالب اینجاست که بعضی از همونهایی که ولی نعمتشون در دوره گذشته با اون ایدئولوژی ها اتحاد جماهیر شوروی بود، حالا ولی نعمتشون این طرفه، یعنی جریان های دیگر است. و این بحث هم میکنن آقای فروزنده که یکی از زمینه های اساسی دموکراسی در ایران عدم تمرکز است. من از این بحث ببخشید مبتذل‌تر تا حالا نشنیدم. عدم تمرکز چه ارتباطی داره با دموکراسی؟ شما میتوانید یک کشور فرومایه و فرودست و واپسگرای ایلیاتی داشته باشید، غیر متمرکز. میتوانید یک کشور بسیار متمرکزی مثل فرانسه داشته باشید، بسیار هم دموکراتیک. فرانسه بسیار کشور متمرکزی است، چون فدرال هم نیست، همه چی هم قدرت رئیس جمهور هم بسیار بالاست، ولی کشور فرانسه دموکراتیک. کشور امارات متحده عربی غیر متمرکزه، یک کشور عقب مانده است. دوران قاجار ایران غیر متمرکز بود، یک دارالخلافه در تهران بود، بقیه‌اش هم حراج می‌کردند. هر کی پول میداد به پادشاه قاجار در این به اصطلاح ممالک محروسه، قباله رو به اسمش صادر می‌کردند که کرمان در این دو سال آینده مال شما 50,000 تومان، آذربایجان مال شما اینقدر. البته آذربایجان تیول ولیعهد بوده، ولی معامله می‌کردند. این عدم تمرکز دموکراسی ایجاد نکرد. وقتی مشروطه ایجاد شد، پافشاری پایه‌گذاران مشروطه در تمرکز بود. چرا نرفتن پای انجمنهای ایالتی ولایتی؟ چون فارس بودند، نجات پرست بودند، اینا که بیشترشون آذربایجانی بودند. برای اینکه به این نتیجه رسیده بودند که این مشروطه اینقدر ناتوانه و حکومت‌های محلی آنقدر ضد مشروطه هستند که صندوق‌های رأی مجلس‌های ایالتی ولایتی رو خانها پرخوان کرد، ضد مشروطه ها پرخوان کرد و دولت مرکزی رو ضعیف می‌کنن. بنابراین با وجود اینکه نظامنامه انتخابات ایالتی ولایتی می‌نویسن، نه به دلیل دخالت رضا شاهی که اصلا نقشی نداشته، در همدان در آتریاد قزاق بوده، در اونجا کاری نبوده، سرهنگی سرگردی در اون موقع بوده، میر پنج بوده در اون موقع، نه به این دلیل، بلکه به این دلیل که احساس می‌کردند مشروطه انقدر جوان است، کشور انقدر بی سواد است، سودای استبداد انقدر بالاست، قدرت زمینداران، مالکین و روحانیان محلی ضد مشروطه انقدر زیاده که میدونیم که زنجان رو ول نمی‌کردن، مراغه رو ول نمی‌کردن. احساس می‌کردن که اگر مشروطه رو واگذار کنن به این عدم تمرکز، مشروطه می‌خوابه. بنابراین یک کار غیر دموکراتیک در مجلس کردن که بسیار کار درستی بود. گفتن اگر اکثریت نمایندگان پایتخت، چون 120 تا نماینده داشته مجلس، 60 تا مال پایتخت بوده، 60 تا مال ولایات، وقتی اکثریت نمایندگان پایتخت انتخاب شدن، مجلس رسمیت پیدا میکنه، نه 61 نفر، اکثریت این 60 نفر. چرا؟ چون فکر میکردند و نوشتند که چه بسا جلوی انتخابات های محلی رو بگیرند و چه بسا نمایندگان اونها نتوانند به تهران برسند. کشور امن نیست. درسته که فرمان مشروطه صادر شده، ولی مشروطه دارویی نیست که شما بخورید، شب بخوابید، عرق کنید، تب کنید، صبح که بلند میشید خوب شده باشید. این فرمان صادر شده، حالا باید اینو بسازن. برای اینکه اینو بسازن به تمرکز احتیاج دارند. اصلا شما نمیتوانید پیشرفت و دموکراسی رو در یک کشور عقب مانده بدون تمرکز ایجاد کنید. برابر این تصور که باید میامدن عدم تمرکز ایجاد میکردن. اصلا بیشتر نخبگان در تهران جمع بودن و تبریز، اساسا هم در تهران. شما از تهران هر چه بیشتر میرفتید به کنار، با بیسوادی، با عقب ماندگی، با مقولاتی از این قبیل روبرو میشدید. حتی در زمینه آزادی زنان شما نگاه کنید، در تهران مثلا بیهجابی رواج پیدا میکنه، میرفتید به اطراف اصفهان، مگه جرأت میکردید بدون حجاب بین مردم ظاهر بشید؟ مجبور برید چادر بخرید برید تو خیابون. این در آمریکاش هم صادقه. شما اون درجه ای از پیشرفت رو که در کالیفرنیا، پیشرفت فکری در نیویورک، در واشنگتن دارید، حالا برید میسیسیپی و آلاباما. آقا لشکر کشید دولت مرکزی آمریکا برای که دانشجویی بره بعد به دانشگاه آلاباما. اینو میگن تمرکز قدرت. گفت ما به شما اعمال میکنیم این حقوق رو. و این درست بود کار رضا شاه. اگه رضا شاه در زندگیش یک کار درست کرده باشه، من اینکه جمهوری خواهم دارم اینو میگم، اگه یک کار درست کرده باشه این است که خزعل رو کتبسته به تهران آورده بدون اینکه بکشه، سیمکو رو سرکوب کرده، سعی کرد باش کنار بیاد، نیامد. اسماعیل آقای سیمکو رو معروف رو
دوست محمد خان بلوچ رو دستگیر کردن آوردن تهران، فرار کرد رفت دو نفر رو کش گرفتن دارش زدن. جریان های داخلی فقط هم مربوط به اونها نیست، داخل نقاط مرکزی ایران، بختیاری، قشقی و قشقایی، حتی کاشان، نایف حسین کاشی، اینها رو همه رو سرکوب کردن. راهی جز این نیست. شما که نمیتوانید برای ساختن یک ایران مدرن بیایید و بگویید که من یک دولت مرکزی دارم، ولی شما هر کاری خواستید بکنید، ارتش بسازید، پول چاپ کنید، با دولت‌های خارجی قرارداد ببندید، اسمش هم کشور مدرن. کشور مدرن نیست، یک ملوک و توایفی است که به هیچ کجا نمیرسه. تمرکز قدرت درست بود، استبداد غلط بود، فساد غلط بود، ولی خود تمرکز قدرت، اینکه نظام ایران یک نظام متمرکزی شد، درست به رشد جامعه کمک کرد. اصلا در تاریخ ایران آقای فروزنده هر وقت دولت مرکزی قوی بوده ایران رشد کرده. اوج رشد اقتصادی ایران دوران شاه عباس در صفویه، قدرت دولت مرکزی تواناست همه جا رو چیره کرده. اینکه فرمودید، من فکر میکنم بعضیا به خاطر یک دستمال میخوان قیصریه رو آتیش بزنن و یا به خاطر به اصطلاح حقوقی که خیلی طبیعی است در یک جامعه دموکراتیک، این رو بهانه قرار میدن برای اینکه منویات دیگری رو به دنبال بکشند و به اجرا بگذارن. مثلا فرض بفرمایید اینکه در استانهای مختلف مردم باید اجازه و این بخشی از دموکراسی داشته باشند که فرمانداران خودشون، استانداران خودشون، شهردارهای خودشون انتخاب بکنند، در پارلمان محلی داشته باشند، مجلس داشته باشند، اون سهمی رو که از توسعه عمرانی کشور از نظر مالی بهشون تعلق میگیره خودشون تصمیم بگیرند و در موردش خرج کنند. همینجا ولی یه سری کارا رو نمیتونن بکنن. مثلا فردا اگه در ایران، الان همین الان شما بشید رئیس جمهور، بنده بشم نخست وزیر، دموکراسی بیاد در ایران، آزادی کاملا بدیم، ما نخواهیم توانست در ایران مدل آمریکا رو که ساختارهای قضایی ایالتی داره رو پیش ببریم، برای که بسیاری از ایالت‌های ایران عقب مانده تر از دولت مرکزیه. شما مجبور هستید که یک ساختار حقوقی متمرکز رو گسترش بدید. مثلا این کار یک شبه نمیشه. نمیشه. در غیر این صورت شما فکر میکنید مثلا در بلوچستان، من قصدم توهین به مردم بلوچ نیست، بلوچستان عقب مانده، نظام قضایی اونجا زیر بلیت کی خواهد رفت؟ زیر سایه کی خواهد بود؟ رهبران دینی. و در نقاط دیگر هم. بنابراین شما راهی جز این ندارید که در برخی از زمینه‌ها سیاست مرکزی داشته باشید. شک نیست که محدوده این عمل اساسش قانون اساسی کشوره که اون قانون اساسی کشور مبانیش بر مبنای قانون اساسی کشورهای مدرن باید نوشته بشه. ولی پرسش من در واقع از طرفداران این به اصطلاح همین بحث‌های فدرال اینه. من یه پرسش ساده دارم، برای که این پرسش جواب اون وقت میده که آیا اینها به راستی دموکرات هستند یا نژاد پرست. آمدیم و پذیرفتیم که ایالت کردستان باید خودگردان باشد. حالا یه سه چهار تا شهر هم که ادعا دارن که اینا کرد هستن، اینا رو هم الحاق ملحق کردیم به کردستان. در انتخاب مجلس کردستان، در انتخابات شهرداری ها، در انتخاب رئیس دولت فدرال کردستان، معیار کرد بودن هست یا نیست؟ چون اگه این باشه این فاشیستیه، این نژاد پرستانه. اصلا این معنی نداره. اگر این نیست اون وقت، اگر این نیست اون وقت فدرالیزم قومی چه معنی داره؟ اگر مراد این هست که مردم هر بخش ایران باید بتوانند خودشون رو اداره کنند، یعنی در اصفهان یک زن کلیمی، یک مرد مسیحی، یک کردتبار هم بتواند برای انجمن شهر کاندیدا بشود، دیگه این فدرالیزم قومی نیست. این تقسیم بندی های اداری لازم برای اداره کشور، این دیگه اون وقت فضیلتی برای این که شما فدرالیزم قومی معنی نداره. تمام بحث یک کشوری شبیه ایران، تمام بحث این آقایون فدرالیزم قومیه. ببینید در هیچ کجای جهان تا به امروز یک کشور واحد رو به واحدهای فدرال غیر قومی تقسیم نکردن، استانی کردن، اختیارات بیشتر به شهرستان ها دادن. منم موافقم هر چی بیشتر انتخابات نه فقط برای فرمانداری، برن تو رئیس انجمن ده رو هم انتخاب کنن، همه چی انتخاباتی باشه. مثل آمریکا کلانتر شهر رو هم انتخابات میگذارند. نگاه کن همش قاضی در آمریکا، قاضی های محلی، ایالتی محلی انتخاب میشه، قاضی فدرال رو
رئیس جمهور معرفی میکنه، مجلس در واقع تصویب میکنه. حالا آمدیم این مدل رو ببریم جلو. این مدل دیگه قومی نیست، ولی اینا بحث قومی میکنند، چون بلا فاصله بحث قومی رو با راه کرده فدرال ارتباط میدن. ببینید شما نمیتوانید بگویید که منظور من نه شما این آقایون فدرالیسم قومی نیست. وقتی شما یه توصیه رو برای یک بیماری میکنید، این توصیه با این بیماری ارتباط داره. نمیتونید بگید آقا من تشخیص دادم شما زکام دارید، برید این دارو رو بخورید، بعد بگید که منظور من از این دارو برای زکام نیست، همینجوری بخورید. اگر فدرالیسم پاسخگوی گرفتاری های قومی و زبانی در ایران است، این فدرالیسم قومیه، یعنی تقسیم ایران به واحد های قومی، یعنی کردها بروند دولت کرد در داخل ایران درست کنن، آذربایجانی ها دولت مقدمه تجزیه ایرانه؟ مقدمه نیست، تجزیه ایرانه و خونریزی تجزیه فقط نیست. اولین جنگی هم که در ایران در میگیره بین مردم نطنز و آباده با مردم تبریز نیست، بین آذربایجانی ها و کرد هاست. سر ارومیه است، سر تقسیم زنجانه، سر سقز، سر بانه است، سر سرزمین هایی که ترکیبه. قوچان رو بخوان چیکار کنند که کرد و ترک و هزاره‌ای و غیره در کنار هم هستند. تهران هم باید تقسیم بشود به 16-17 تا جمهوری فدرال. مثلا از خیابون شاهرضا به پایین، شاهرضا قدیم مثلا یه دولت درست کنن. میدونید وقتی جدی نگاه میکنید فاجعه دارن برای ایران ایجاد میکنن. افسون بر این 73% مردم ایران امروز شهرنشینن، شاید هم بیشتر حتی. در خانواده‌های شهری اینا با هم آمیزش پیدا کردند، بعد میخوان چیکار کنند؟ بیان یک دکتر استخدام کنند از غرب، دکتر ژنتیک، اینا دم در مرز کردستان، فدرال کردستان بنشینند، بگن آقا چند درصد کردی میتونی بیای یا نمیتونی بیای؟ این معیار چیست؟ این فاجعه میآفرینه. یه زمانی است که شما یک سری ملت‌ها رو به زور سرهم کردید. یه بحث دیگه است. مثل اتفاق و بلایی که در اتحاد شوروی به وجود آورد. از زمان روسیه پتر کبیر وقتی آمد کشور گشایی کرد، جمهوری های اسلام، یعنی سرزمین های اسلامی رو گرفت که بعدها شد جمهوری های اسلامی شوروی، جمهوری آسیایی شوروی واسه میخوام. خب چیرگی یک ملتی رو به نام ملت روس بر اینها تحمیل کرد. در این واحدهای غیر روس، روس ها حقوق برتر داشتن از غیر روس ها. ما در تمام ایران چنین چیزی نداشتیم آقای. چیزی سابقه نداشته، وجود نداشته. تبعیض مذهبی داشتیم. خب تبعیض مذهبی هنوزم هست، تبعیض مذهبی اصلا برای اینجاست که فارس هم هست. خب اینجاست که اون وقت من بیشترین گرفتاری رو با این حضرات دارم. گرفتاریم چیه؟ من میفهمم حتی اگر در زمان محمد رضا شاه یا رضا شاه میگفتن که آقا به خاطر این آریا پرستی که در ایران رواج پیدا کرده بود به غلط ستمی میرود. این چیزی که نمیفهمم در دوران جمهوری اسلامی است که نیمی از دستگاه واژگانی زبان مردم ایران عربی شده، نامهایی رواج پیدا کرده که بنده و شما وقتی مدرسه می رفتیم نمی دونستیم سار رو سار الله رو با سه نقطه می نویسن. اصلا نمی دونستیم سار یعنی چی به معنای خون. این اسامی رو رواج کردن. به شما شناسنامه نمی دن اگه اسمتون بخواد داریوش باشه، حتما سید احمد باید بگذارید، حتما محمود باید باشه. این اسامی روش کرده در ایران. اون وقت این گروه رو این آقایون نماینده ستم ملت فارس میدونن. این دیگه میدونید وقاحته. یعنی شما بیایید و بگویید که دستگاه آخوندی که آقای شاهرودی رئیس قوه قضاییش اصلا پاسپورت عراقی داشت، عرب تبار بود، اشکال هم نداره، رهبرش آذربایجانی تبار هست و در تمام این دستگاه پر از آخونده از هر همه جای ایران هست، این نماینده ستم فارس هاست، این دیگه در واقع توهین نیست، این دیگه اشتباه نیست، این در واقع یک درجه از حماقته یا عوام فریبی است. من بسیار متشکرم از حضور شما در برنامه. من فکر میکنم که در آینده ضرورت داره ما این مطالب رو بیشتر باز بکنیم، جز جز اشو بیشتر شاید هم بتوانیم پنل هایی رو در این زمینه ها داشته باشیم که 2 یا 3 نفر حضور داشته باشن و به طور سیستماتیک و مرتب این مطالب رو، به هر حال ما یه دورانی داریم که درست است که استبداد در کشور ما بوده در دوران رضا شاه ولی و در دوران پهلوی به طور کلی، ولی
یک سری خدماتی هم شده و اونها رو نباید ندیده گرفت. این بچه رو با آب لگن نباید ریخت دور. بعد بعد از این مطلبی که داریم این است که خب حالا بعد از بیش از 100 سال از تاریخ مشروطیت جایی این رسیده که این بحثا رو به طور علمی باز بکنیم، بهش نگاه بکنیم. ما به زور با هم دیگه کاملا هم میهن نشدیم. یک بخشش به راستی فکر کنم حتما من با شما همکاری خواهم کرد. الان در برنامه خودم هم یک کلمه که لطف کردید در اختیار من قرار دادید این نوع بحث‌های تاریخی رو می‌کنم. یه بخشش واقعا آموزش تاریخه. بخ هم میهنان عرب تبار، هم میهنان یزدی، هم میهنان آذربایجانی، همه جا که تاریخ سرزمین تو چی بوده، واقعا تاریخ خوزستان چی بوده، تاریخ کردستان چی بوده. یک بخشش هم در واقع پالایش یک مقدار زیادی نادرستی ها و ناروایی هایی است که امروز دارن اونم گذشت رشد پیدا کرده، رواج میدن و اونتا به طریق علمی و به طریق آموزش و آگاهی بپرسید. اگر شما دعوت کردید از آقایون و خانم هایی که در این از این حرفا دفاع میکنن، ببینید که آیا در جمهوری اسلامی وقتی یک زنی در خیابان حجابش یک کمی کنار رفته یا فروزنامه‌نگاری دست به قلم میبره و پرخاش به رهبر میکنه، اول ازش میپرسن آذربایجانی هستی، کردی، یزدی هستی؟ اگه گفت من یزدی ام، میگن خب حالا فارس اشکال نداره، یک کمی کمتر این رو. اگه گفت من کردم مثلا میزننش. این حرفا قربون میدونی از نظر واقعی هم بیشتر ببینید بیشتر کادرهای احزاب چپ ایران آذربایجانی هستند، بیشتر رهبران جبهه ملی تا این اواخر کرد تبار بودند، سنجابی، اردلان، غیره. بسیاری از رهبران سازمان مجاهدان انقلاب اسلامی کرد هستند، بسیاری از روحانیان برجسته ایران آذربایجانی هستند. ما تبعیض داشتیم در ایران، هنوزم داریم و باید این تبعیض ها رو برداریم. ولی علم کردن پدیده‌ای به نام ستم ملت فارس یک دروغ بزرگ تاریخی است. دروغ است که تاریخی هم اصلی است، به 50 سال پیش هم غلط در میاد اصلا. هیچ پایه‌ای وجود نداره درش ساختن. سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه. بینندگان عزیز، دلم نمیخواست این بحث به پایان برسه، شما هم میدونم همین نظر رو دارید، ولی از وجود محمد امینی پژوهشگر و نظریه پرداز تاریخ بیشتر استفاده خواهیم کرد در این زمینه ها در آینده بسیار نزدیک. هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و باور کنید که کرد و لور و ترک و فارس و ایرانی عرب میتونن دنیا رو به کام خودشون و به کام کشورشون بگردن. کوها لاله زارن، لاله ها بیدارن، تو کوها دارن گل گل گل، آفتاب و میکارن.